آقای وثیق، یک قدر به دیدگاه های کسانی که احساس میکنن این روزها روند که جریان داره زیاد به زمان ها خوشایند نیست. مثلا عده از رهبران جهادی صدا بلند کردند که تغییر استراتژیک در روابط با برخی کشورهای همسایه و کشورهای دوردست اگر از انظار ملت افغانستان به دور میمانه این به نحو مقبول نیست. میخوای بپرسم چرا برخی نگران هستند که ما داریم حرکت هایی را انجام میدیم که شاید از انظار مردم دور باشه، شاید چون این چیزهایی هم هست که مردم نفهمن و پس پرده باشه؟ من فکر میکنم که رهبری دولت افغانستان یعنی ایره اعلام کرده که هر تصمیمی که میگیرن در روشنی و در تفاهم با ملت افغانستان میگیرن، اینی در تاریکی تصمیم نمیگیرند، در پشت پرده ها تصمیم نمیگیرند. چه زمانته برایش وجود داره؟ کاملا زمانت همی که آغاز شده. پروسه صلح یک پروسه ملی هست، یک پروسه است که نه صرفا بود داخلی، بود منطقوی و بین المللی داره. بله. این در رابطه با این پروسه عملا کار جریان داره. هر روز آقای رئیس جمهور با مردم ملاقات میکنه و نظریاتشان رو میگیره. کاتگوری مختلفه از رهبران جهادی، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، زنان، جوانان و سایر اقشار مقام و مردم صاحب نفوذ و مشران اقوام اینی ملاقات را میکنه و این نظریاتشان را میگیره. پس فکر میکنید چرا ایده نگرانی خودشان با اون جدیت ابراز کرده؟ خب ما نمیخوایم زیاد تماس بگیریم، ولی یک چیزی که بله، جامعه افغانستان هنوز بایی که ما میگیم که انسانای مدنی هستیم هنوز مشکلات خود داریم. ای به ایمانو که ما باید همه چیز منافی خود در منافی ملی خود ببینیم. هرگاه در این وطن سل نبود، برای ما هم نیست، برای آغاز هم نیست، برای هم نیست. هرگاه سل بود و افغانستان دارای یک اعتماد و اعتبار ملی و بین‌المللی شد، من فکر میکنم این اعتماد برمیگرده به ما هم، برای جمهورم، برای یک فرد عادی جامعه هم. بله. ولی گاهی گاهی اینطور میشه، بین که بپذیریم گاهی گاهی اینطور شده اکثرا که هرگاه منافع ما در وجود نهفته نبود، حضور ما در سیاست زیاد مطرح نبود، گاهی گاهی چیز میشه. من میگم که خب امی دوستایی که اعتراض میکنن از این وطن هستن، قربانی دادن، حقشان است، ولی من میگم از این حق خود به گونه استفاده بکنن، تلاش بکنن در جهت از اینکه در قدم نخست ما دارای یک حاکمیت، دارای یک نظام سالم شویم، تا ای که این سلامت بتونه اعتبار افغانستان در سطح دنیا بلند بکنه و افغانستان خواستایی که داره در سطح دنیا با قوتش مطرح کرده بتونه. هر قدر ما ضعیف باشیم همین ضعف ما انعکاس میکنه در بیرون و ما به طور ضعیف و هر قدر از موقف ضعیف ما هر قدر صدا کنیم که صدای ما را نمیشنوه. امروز اعتبار ما، قوت ما در این نیست که ما در نظام باشم، آقا صاحب باشه، کی باشه، کی باشه، در این خود بود که واقعا افراد متعهد، واقعا اطراف افراد صادق، مجرب، دارای یک سابقه نیک و مردمی که بتونه واقعا تمثیل خوب از حکومت داری خوب بکنن، این خودش نظام اعتبارش بلند میبره و در سطح بین المللی ما نه در سیاست های تقابل بلکه کوشش بکنیم از تفاهم کار بگیریم و بتونیم توجه جامعه جهانی را جلب بکنیم، حمایتشان را جلب بکنیم که تا هنوز این دولت تانسته بسیار بکنه. اگر امت یک فضا را ایجاد بکنیم خود بخود تانه قطع میکنم. اجازه بدین که یک تو سوال دیگر هم مطرح کنم در مورد پاکستان به ویژه. از این رفت آمدهایش گرفته تا خوشبینی ها در دو طرف، چه است دیدگاهتان؟ آیا پاکستان همان گونه که خود ادعا میکنه که رفتار ما با دولت افغانستان این بار دیگه معجزه میکنه، انتظار داشته باشین ما توریسم از بین میبریم، افرادگرایی را خشک میسیم ریشایشه، شما چه برداشت؟ آیا پاکستان با امین اراده وارد این بازی تازه شده یا ترفند در ذهن داره؟ شما ببینید در آخرین آمده آقای راحیل شریف، بله، گفتن که ما یعنی دشمن افغانستان دشمن خود تلقی میکنیم. ما هیچگاه به طالب و یا تروریست دیگی ما در پاکستان پناهگاه نخواهیم داد. شما ببینید خودتان پیش از اینکه دامه بتین چه قبمی جمله باور داره؟ بله بر شما میگم، بله، این نیست که ما کاملا حالتون خوشبین باشم که پاکستان دیگه
عاشق مردم افغانستان، یک عشق میورزه و بالاخره میگه که این مردم در صلح و صفا و آرامش زندگی کنن. ولی مجبوریت های دولت پاکستان میشه فکر بکنید. امروز پاکستان در آتش جنگ میسوزه، مردم پاکستان قربانی میشه، دولت و رهبری دولت پاکستان نظامی هایش خاصتا زیر فشار ذهنیت مردم پاکستان، که مردم پاکستان دیگه نمیخواد که از این اضافه قربانی شوند. او طالبه که دیروز در دست پاکستان بود، امروز هم او طالب هم میبینه که چقدر قربانی میشن و چقدر در گروه به اصطلاح بکشورا قرار دارن، چطور خود از این گروه خلاص بکنن. و در پولوی از ایرم شما میفهمید که پاکستان با گذشته که داشته چطور میتونه اتهاماتی که نسبت به پاکستان از جانب جامعه بین المللی عنوان میشه، از این اتهامات خود بکشه، چطور از انزوا رفتن خود بکشه، چطور اینی افراطیتی که با گذشت هر روز قوت گرفته میره، ارگوی دستش بالا شد، آیا حکومت پاکستان دل توان این اگه در یک نگاه کلی برداشت حرفای شما رو ما داشته باشیم، شما نسبت به رفتار پاکستان این بار خوشبین هستید؟ خوشبین به خاطر دلایلی که هستم. این دلایل در پالوی ازی جامعه بین المللی تلاش داره و فشار وارد کرده که مبارزه واحد همراه افغانستان این علیه اینی محافل تروریستی و گروپایی که برای بی‌ثباتی تلاش میکنن. و در پلوی ازی ما قسمی که بیشتر اشاره داشتم، شما میفهمین که داعش یک پدیده تقریبا جهان شمول شد و این خطر تهدید میکنه تمام دنیا را و آل ذهن واحد وجود داره که مبارزه علیه تروریست‌ها باید صورت بگیره. و این مبارزه هر گونه ولی خلاف برخلاف باور دارن که این داعش به خاطر منافع خلاف به عنوان پروژه ساخته شده، شاید هم خود آمریکا ساخته باشه. ببینین خب این یک بحث جدا هست، ولی گپ اساسی است که ما باید اسناد ارائه بکنیم. پس در ظاهر یک مبارزه وجود داره به زعم ظاهرا وجود داره، کاملا علیشان وجود داره و پاکستان مجبور ساخته میشه که دی مبارزه و اینی بستر را که برش هموار کرده بود این بستر را جمع کنه تا ای که برای داعش سازی دیگه بستر مساعد نباشه. بسیار تشکر آقای نویان. باز هم بحث انظار مردم و دور از انظار مردم اگر بحث کنیم، یک تا سال در ذهن مردم افغانستان در حال ابهام است. اگر شما چیزی در موردش میدانین مردم میخوان بدانن، اینکه دولت وحدت ملی چقدر رجوع میکنن به چهرهای دولت 13 سال گذشته، به ویژه شخص آقای کرزی رئیس جمهور پیشین، آیا روابط حسن است؟ در این شک نیست که هست، چون ما دیداری گام چقدر تاثیرگذاری صحبت یا دیدگاه افراد 13 سال گذشته روی دولت وحدت ملی است؟ ما از اون جایی که در داخل حکومت نیستم نمیدانم که چطور روابط تیار شده، ولی آنچه که ژورنالیست های ما و اخباری که درز میکنه و بیرون از طریق میدیا، فکر کنم که روابط خوب و حسنی بین رهبری دولت وحدت ملی و همچنان جناب رئیس جمهور کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان وجود داره. حال در زمان کمپاین هم بازم برمیگردم به زمان کمپاین، در زمان کمپاین هم گفته شده بود که رهبری دولت افغانستان که از چهره های با تجربه، از اشخاص با تجربه در سیاست های افغانستان اونا مشورت های لازم میگیرن و مخاطر بود که بعد از اینکه مسائل بعد از مسافرت لوید رستیز پاکستان که مسائل صلح یک کمک بوری امیدواری داده شد به مردم، جناب رئیس جمهور با رئیس جمهوری اسبق افغانستان آقای کرزی و همچنان چهره های سیاسی دیگه که چهره های ملی و سیاسی دیگه که بودن با اونا هم مذاکره کردن، با جامعه مدنی هم، با احزاب سیاسی هم که آغاز اینجا پیشتر خدمت شما گفتن، با تمام کسان مشورت کردن و مشورت میکنن. بحث که حساس است، شاید جانمایی گپ باشه که مردم میخوام در تعیین و شکل دی افکار و در تصامیم و در تصمیم گیری، آیا اون افراد امروز به عنوان مورای اصلی حساب میشن یا صرف به عنوان مشاور هستن؟ من فکر میکنم که در تا جایی که اخبار نشان میده اونا به صرف از مشوره ایشون استفاده خواهد شد. ای که تاثیرگذار باشن معلوم دار تاثیرگذاری خود در زمان حاکمیت خود داشتن زیادتر، ولی فعلا روند چیز دیگه است. ما به صلح امیدواری های و خوشبینی های وجود داره که ما در افغانستان میخواییم که به طرف صلح بریم، ولی در گذشته همین چیزا وجود نداشت. به این خاطر این مشورت ها با چهره ها و فیگور های سابقه که معلوم دار مشورت هایشان به نفع مردم افغانستان و به نفع رهبری دولت وحدت ملی خواهد بود و از اونها استفاده خواهد شد از
مشورت های مثبتشان معلوم دار که کار خوب است و باید انجام شود. نه تنها با جناب رئیس جمهور از وقت بلکه با تمام چهره های دیگه که در افغانستان هستند و اینا کسانی که به منافع ملی افغانستان میاندیشن باید با اونا مذاکره شود. دیدگاهتان در مورد شورای عالی صلح چیست؟ در قسمت شورای عالی صلح من فکر میکنم ما باید یک آدرس داشته باشیم. صلح یک پروسه ملی است نه دولتی. باید در سطح ملی یک تفاهم ایجاد شود. اینال در شورای عالی صلح، شورای عالی صلح سابقه کارهای خدا قدر که لازم بود با تمام احترام به تک تکشان متاسفانه کارهایی لازم نداشته. و از طرف دیگه رئیس شورای عالی صلح رفتن به کابینه. اینال میتونه که شورای عالی صلح جاگزین شوه، از هر قوم و از هر تبار بیاین در شورای عالی صلح اشخاص افراد بی‌طرف، اشخاص افرادی که فهیم باشن و منافع ملی افغانستان مد نظر داشته باشن باید در اینجا بیاین و از با آجندای مشخص و همچنان وقت به وقت از نتایج همونطور که قول داده شده که مذاکرات صلح علنی خواهد بود و به اطلاع مردم افغانستان خواهد رسید، وقتاً فوقتاً نتایج مذاکرات و نتایج بحث‌هایشان با طرف مقابل باید در اختیار میدیا و در اختیار مردم افغانستان باید بگذارد. بسیار تشکر. و جناب گیلانی صاحب، به عنوان سوال آخر، اگر وقت بود، شاید هر سه شما گرامیان به این پاسخ بتین، شاید هم یک پیام نوید دهنده، چه جمله آخر هم میخوایم مردم افغانستان بگین از شرایط امروزی چه است؟ برداشت و از چشم اندازتان حداقل یک پیام اگر در بطن خودش یک نوید داشته باشه. من فکر میکنم که بسیار نباید خوشبین باشیم. بله. هنوز شروع کار است. ما فقط امیدوار هستم که رئیس جمهور با اقدام خود از پشتیبانی ملتی که به صلح آرزو دارن برخوردار شوه و پشتیبانی کنن رئیس جمهور خود که ما شاهد صلح در افغانستان باشیم. بله. جناب آقای وثیق شما؟ من فکر میکنم با تایید حرفای جناب آغاز، من فکر میکنم ما میریم به طرف صلح. دیگه نه تنها ملت ما، رهبری ما، همه از جنگ خسته شدن و واقعا ما امروز همچنان همسایه ها مسائلی که به جنگ استعمال میشد حتی به سطح دنیا داره که آرام آرام دنیا را به اصطلاح بی‌ثباتی تهدید بکنه. بنابراین ما امیدوار هستیم که میریم به طرف صلح، ولی قسمی که آغاز گفت ما اینطور خوشبین نیستیم که در مدت زمان بسیار کوتاه ما به صلح خواهیم رسید. ما مشکلات خود خود داشتیم ولی میریم به طرف صلح. شما هم چیز اضافه میکنید؟ بله، من خوشبین هستم، ولی این خوشبینی توام باید با احتیاط باشه و همچنان این خوشبینی ها و یا نوید صلح که در افغانستان با وجود آمده و که طی از چند روز بعد از اعلان از طرف رهبری دولت افغانستان امیدواری ها را در دل فرد مردم افغانستان با وجود آورده، این امیدواری ها باید تقویت شوند و این فکر کنم که این نوید صلح یا آمدن جنرالان پاکستانی یا حاضر شدنشان برای از یک نوید بتن باید همکاری بکنند در آوردن صلح به ایلایی نشده، ای به تضرع هم نشده، ای به کار دیگه هم نشده، بلکه شرایط مردم جنرالای پاکستانی را که نتونستن از اطفالشان در پشاور حفاظت بکنن و نتونستن که در وزیرستان قدر کشتاری که به وجود آمده بکنن که حتی پناهنده هایشان در داخل افغانستان هم در خوست در زابل، اینا کلگی شرایط است که مجبور می سازد دولت پاکستان که به صلح روی بره و به دولت افغانستان همکاری بکنه تا صلح در منطقه به وجود اونا زیادتر متضرر شدن و ما هم متضرر شدن تأسیس. تشکر از همه شما که وقتتون در اختیار برنامه قرار دادین و سپاسگزار از همه شما ملت بزرگ افغانستان که این بحث را تا آخر دنبال کردین. در آخر بسته تصویری کوچک از خواستهای مردم افغانستان از رئیس جمهور و رئیس اجرایه و سپاسگزار از تهیه کننده این برنامه آقای علی کسرا. تا برنامه دیگر پاینده بمانید. بدرود. خدا نگهدار.